دیدن خواب و نوهای آن از نشانه های الله سبحانه و تعالی در این دنیا خواب رفتن و خواب دیدن است. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و از نشانه های او خواب کردن شما در شب و رزق طلب کردن شما از فضل او در روز است. و درستی در این کار برای قومی که میشنوند نشانه های هست و اولین چیزی که از وحی به پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد این خوابی نیک بود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خواب شخص مؤمن جزء از 46 جزء خواب پیامبران است. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب نیک دیدن را دوست می داشتند. حدیث با روایت امام احمد. از سمره ابن جندب رضی الله عنه روایت است که گفت یکی از مواردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را زیاد تکرار می کردند این بود که به اصحابشان می فرمودند آیا کسی این شب از شما خواب دیده است؟ اگر دیده باشد پس آن را قصه بکند. حدیث با روایت امام بخاری. و خواب دیدن به سه قسم تقسیم می شود. یکم خواب نیک که آن بشارت از طرف الله سبحانه و تعالی است. دوم خواب بد و غم‌انگیز که آن از طرف شیطان است. سوم خوابی که انسان از فکر و خیال و نفسش می گذرد. حدیث با روایت امام بخاری. پس خواب نیک بشارت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از نبوت چیزی جز بشارت ها باقی نمانده است. یعنی خواب های نیک و صادقانه که این خواب های نیک بعد قطع شدنی وحی می باشند. پرسیدند مقصد از بشارت ها چیست؟ فرمودند که خواب های نیک. حدیث با روایت امام بخاری. پس شخصی که دوست دارد خواب های نیک ببیند در بیداریش راستگو باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه قیامت نزدیک شود هم اتفاق می افتد که خواب شخص مؤمن دروغ براید. صحیح ترین خواب ها را کسانی از شما می بینند که راستگو ترینی شما باشند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. در خواب دیدن سنت این است که وقتی که از خواب می خیزید به الله سبحانه و تعالی حمد و ثنا بگویید و آن خواب را به کسی نگویید مگر آنی که او را دوست می دارد تا او تعبیر خواب شما را بگوید. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و اما آنی که خواب کرد و در آن خواب بد دید به طرف چپ خود سه مرتبه توف بکند و از شیطان به الله سبحانه و تعالی پناه ببرد و پهلوی خود را تغییر بدهد و به دیگر طرف کشته خواب بکند و یا خسته نماز بخواند و آن خواب دیدهش را به کسی خبر ندهد و حتی خودش تعبیر نکند در این هنگام به او ضرره نمی رسد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و ما و شما باید ذکر پیش از خواب و خستن از آن را حفظ کرده باشیم. خواب نیک را تعبیر کرده از خواب بعد دور بشویم. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و بر الله توکل نما و الله کارسازنده کفایه کننده است. سوره نساء آیه 81.